سلام جمعه 24 خرداد 92 14 ژوئن 2013 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه در جریان کمپین ها و مبارزات انتخاباتی طرفداران آقای روحانی در تهران، مشهد، کرمانشاه، شیراز، کرمان، قزوین و بسیاری شهرهای دیگه در تظاهراتی که داشتند شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد یا حسین میر حسین موسوی کروبی آزاد باید گردد و شعار سایر شعارهایی در این ردیف رو سر دادند و کاملا نشان دادند که جنبش سبز ایران زنده است و زیر پوست جامعه ما فریاد آزادی خواهی جریان داره بهانش هر چی میخواد باشه به خوبی خودش رو نشون میده در بوشهر هم پریشب ساعت یازده شب در خیابان سنگی که ستاد آقای روحانی بود نیروهای امنیتی و گارد ویژه ضد شورش به ستاد حمله کردند داخل ستاد شدند افرادی رو زرب و شد، زیر زرب و گرفتن و وقتی هواداران آقای روحانی با بدون درگیری اومدن و به خیابان باغ زهرا که خیلی ستادهای دیگه هم اونجا هست رفتن شروع کردن به شعارهای مرگ بر دیکتاتور یا حسین میر حسین که در ساعت دوی نیمه شب دوباره با حمله شدیدتر گارد ویژه و نیروهای امنیتی مواجه شدن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن در دو روز گذشته بیش از ده نفر از فعالین ستاد آقای روحانی به وزارت اطلاعات احضار شدند تهدید شدند و ازشون خواستند که طی دو روز آینده یعنی تا بعد از انتخابات از منزل خارج نشد. فرمانداری تهران هم دیروز خبر رسیده بود از اینکه در صدور کارت ناظران آقای ستاد آقای روحانی سر صندوقها کارشکنی میکنه و در حالی که بقیه کاندیداها ها رو کارتاشون رو داده 400 ناظر آقای روحانی رو معطل کردند و تا پاسی از شب به اونها کارت نداده بودن و اگر ناظرا اینطور باشه ناظرا امروز روز انتخابات نمیتونن سر صندوق ها باشن شبیه بازی است که چهار سال پیش هم شروع کردند و بوی خوبی نمیده اگر این بازی همه گیر باشه اون وقت بوی تقلب میده سایت آقای حسن روحانی هم خواسته از رای دهنده ها که بعد از رای دادن اطلاعات صندوق رای رو با نام شهرستان ساعت رای دادن شماره و آدرس صندوق به این سایت بدن که اونها رو احتمالا همه رو نگه داره و یک آماری رو داشته باشه آقای حسن روحانی پریشب توی بجنورد عنوان کرده بود که شنبه شب یعنی فردا شب جشن پیروزی خواهیم گرفت اما آقای کتخدایی فاصله در تهران سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد که هیچ کاندیدایی حق نداره وعده جشن پیروزی بده معلوم نیست به چه مناسبت ایشون این حرف رو زده ضمنا ایشون گفته مردم مطمئن باشید که همان آرایی که به صندوق میریزید بیرون میاد از اون اطمینانهایی که از امثال آقای کت خدایی حداقل به هیچ فصل قابل پذیرش نیست سایت روزنامه ایران هم نتایج یک سنجش افکار از قول یک مرکز معتبر رو نقل کرده که به موجب اون آقای روحانی 43 درصد آرا رو داره آقای قالیباف 21 درصد رضایی 13 درصد ولایتی 11 درصد و جلیلی 10 درصد و آقای قرزی هم تای جدول با 2 درصد هست البته منابع دیگهی که سنجش کردن نشون میده که تا دیروز 42 درصد مردم هنوز تصمیم نگرفتند که اساسا رای بدن بنابراین از پنجاه میلیون جمعیت رای دهنده تا دیروز سی میلیون تصمیم گرفته بودن رای بدن که یک چنین نسبتی داره یعنی به راحتی چهارده میلیون رای رو میشه از آن آقای روحانی تا دیروز که این سنجش افکار منتشر شده دانست سعید جلیلی در اظهار نظری گفته جریان تردید اسمی که ایشون به آقای ولایتی گذاشته با جریان تهدید بیرونی هماهنگ است یعنی به این ترتیب در اظهار آقای جلیلی آقای ولایتی هم انقریب جاسوس عذاب در میاد حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان هم در سرمقاله کیهان دیروز نوشته بود با عصبانیت که کاندیداهای اصولگرا بهشون حمله کرده بود و گفته بود اگر ائتلاف نکنید سیل میاد و همه رو میبره نکته دوم اینکه در زندان رجایی شهر سالن دوازده مراسم بزرگ داشتی به مناسبت سالگرد مهندس عزت الله صحابی و حاله صحابی و هدا صابر برگزار شد که در اون کیوان صمیمی بهبهانی محمد سیفزاده احمد زیدابادی و مسعود باستانی سخنرانی کردند. دکتر خانوم نسرین ستوده هم از سوی دانشگاه یورک کانادا یک دکترای افتخاری دریافت کرد که آقای لاهیجی به جای او این دکترا رو دریافت کرد در بی بی سی هم خبر داده از اینکه در تهران بعد از رادیو فردا نوبت بی بی سی است که در تهران بستگان کارکنان بی بی سی فارسی در لندن و وزارت اطلاعات زیر فشار گذاشته احضار کرده و حتی تهدید کرده که اونها را از کارهاشون اخراج خواهند کرد معاون مدیرعامل گوگل هم روز چهارشنبه عنوان کرد که بیش از دو سه هفته است که در, در سه هفته گذشته حکومت ایران به سعی کرده که پسورد ده هزار ایمیل کاربران ایرانی رو به دست بیاره گوگل در سایت خودش هم گذاشته به این روش که یک ایمیلی به اسم ایمیل دات gmail.com برای کاربرا ارسال میکنه که ظاهرا میخواد که با کلیک کردن یک لینکی که هستش به حساب کاربری خودشون برن اما این در صفحه ای واز میشه که پسورد کاربر رو به دست میارن البته گوگل گفته ما جلو این رو گرفتیم ولی خواسته که مراقبت بشه و این قبیل لینک ها رو باز نکنند گروهی هم به نام جهاد گمنام مجازی که از بازوهای ارتش سایبری سپاه هست عنوان کرده که اخیرا به پاره ای از سایت های مخالفین حمله کرده اما تقریبا همه اونهایی که مورد حمله قرار گرفتن دوباره بازسازی کردند و سرپا هستند. نکته سوم اینکه خانم ناوی پلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل عنوان کرده که 93 هزار کشته تا کنون در سوریه به جای مونده که 6500 تن اونها کودک هستند او همچنین گفته که وحشیگری در جنگ سوریه از قبیل قتل عام خانواده ها اعدام کودکان استفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی اینها همه نشان دهنده اوج خشونت ها در جنگ سوریه است بچه های پانزده تا هفته ساله هم به گفته یه مسئولان دیگر سازمان ملل در ارتش آزاد و جبهه مخالفین حضور دارند. کاخ سفید هم بالاخره از قول سازمان های اطلاعاتی امریکا تایید کرده که حکومت اسد از گاز اعصاب سارین سلاح شیمیایی به استفاده کرد و دست کم 100 تا 150 نفر از مردم سوریه با سلاح شیمیایی کشته شدند گفته میشه آقای اوباما با کنگره امریکا در حال رایزنی است که سلاح و تجهیزات برای مخالفین ارسال بکنند آقای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم از جامعه جهانی خواسته تا جلوی پیشروی نیروهای دولتی سوریه به همراهی نیروهای حزب الله با پشتیبانی نیروهای ایرانی و اسلحه روسی به سوی حلب رو هر جور هست بگیرن برای اینکه بیم این هست که در حلب کشت و کشتاری به راه بیفته و قتل آمی که در قصیر اتفاق افتاده در اشل بزرگتری در حلب تکرار بشه جمعی از روحانیون سنی هم در قاهره اجتماعی داشتند و در اون دخالت آنچه که به اصطلاح دخالت شنیع ایران و حزب الله لبنان در سوریه خوندن خواستاره یک حرکت جهادی برای مقابله با اون شدن و گفتن که همه باید با ارسال پول و سلاح به یاری برادران در سوریه بشتابند دولت بحرین هم عنوان کرده که یازده نفر از جوانان اعتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه رو دستگیر کرده و اسامی سیزده نفر دیگر هم منتشر کرده که بیرون از بحرین هستند و گفته از طریق عراق و ایران و لبنان پول و اسلحه و دستور به داخل بحرین می‌دادند به هر صورت سرکوبی شیعیان که اکثریت مردم بحرین هستند کماکان از سوی حکومت بحرین با همکاری عربستان ادامه دارد و اما نکته آخر اینکه آقای جلیلی فرمودند که هویت زن در اسلام مادر بودن. آقای پناهیان هم در میتینگ انتخاباتی آقای جلیلی فرمودند که بعضی ها چراغ سبز به امریکا دادند و جلیلی آمده تا چراغ سبزها رو، چراغهای سبز رو خاموش کنه. معاون وزارت ارتباطات هم فرمودن که اختلال در اینترنت در این روزها هیچ ربطی به انتخابات نداره. اندکی صبر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز با وفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی